برادر چون میریم زن دوان به هم ریخته، چون نمیتونه بانو چیچکا ببینه، اینه های شیری شده که قلم روشو گم کرده. انشالله یه روزی تو آتیش عشق بسوزی بامسی، میسوزی و میفهمی چقدر دنیا بیرحمه. توبه کن برادر، توبه کن. مگه تو عقلتو از دست دادی؟ توبه 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 برادر، انگار نمیدونی من با شمشیرم ازدواج کردم، اسمم و مثل پسرم دوست دارم. خان بگه بمیر من میمیرم، تا تیر به بیراه بره و نیزه از تیر از خارج بشه میجنگم. بس کن، عمر تموم شد. هر جنگ مثل ازدواج میمونه. خدا رو شاک من راضیم. ای والا برادر، فردا وقت رفتن برادر، ببینیم چه جور جنگی در انتظارمونه. آره برادر، ببینیم چه جنگی در انتظارمونه. هش چیه؟ دیوانه کیه؟ برادر میدونه که حساب خواهرکیز شده است؟ میدونم. برو بخواب برادر. خدا رو شکر ارطغرل خانو داریم و دیگه وقت نداریم به دردمون فکر کنیم. چیزی گفتی برادر؟ شبت بخیر. شب تو هم بخیر. شب بخیر. همه چی همونطور که نویان میخواست شد. انشالله. آروم باشی، منم. اینجا چی کار میکنی؟ نویان هیچ وقت دلو وراشو تنها نمیذاره، پس یه راهی برای بیرون بردن من از قبیله پیدا کن. اون وقت من و نویان همیشه سپاسگزارت خواهیم بود. تا نگهبانه صبح عوض بشن اونا نمیفهمن فرار کردم. یه راهی پیدا کن و من از این قبیله ببر بیرون. خوش اومدی. خوش اومدی برادر. نویانم میخواست تو با اون باشی، همینطورم شد.
خدا راه تو روشن کنه. آمین. برادر هر جایی که میری به سلامتی برو. انشالله زود بری و زود پیش عزیزانت برگردی. نمیخوام ناراحت بشی برادر، اما همین که برگشتم همه چی رو بهت توضیح میدم. انشالله برادر، انشالله. آماده ایم خان. هیست هیست حق تو حلال کن خان، قسمت باشه دوباره با هم داد و ستد میکنه. انشالله تاجر، تجارت بزرگتری انجام میدیم. اگه ترکای صادقی مثل شما تجارت کنن همه بهترینا رو میبرن خان. Thank you.
منو نبخش. همه همونطور که گفتی زمینو به خونم بیارزش من آلوده نکن. بذار من برم انتقام عبدالرحمنو میگیرم. چطور بعد خیانتی که به من و برادرات کردی بهت اعتماد کنم همزه؟ میخوام سر نویانو برات بیارم خان. اگه به این دلیل بمیرم خون من بر تو و زمین حلال میشه، اما میتونم چیز بیشتری بهت بدم. یه خائن دیگه هم تو قبیله هست. اینکه چرا اومده و دنبال چیا رو من نمیدونم، ولی مطمئن باش میتونه منو تو رو پیش نویان ببره. اون کیه؟ تاجر افراسیاب. اون تا الان انقدر خبر از قبیله برد که به شما و قبیله کلی ضرر رسونده. اگه میخوای بگیرش و از افرادش حرف بکش، اون وقت میفهمی حق با منه. تصمیمت هر چی که باشه، خون من بر تو حلال خان. منو ببخش حمزه. ببین اگه دروغ گفته باشی تا فردا صبر نمی کنم، همین چه سرتو گوش تا گوش می برم گفته باشم. هر چی که گفتم درسته خان. خیلی خوب، میذارم امشب از این خیمه بری بیرون. یه راست پیش افراسیاب میری، کار نیمه تمام عبدالرحمن رو تمام میکنی. فهمیدی؟ فهمیدم خان. خام شو. تا آخرین نفسم با شما هستم خان. خدا ازت راضی باشه. سفر بخیر. ای والله خان. خدایا به پرچم و قطب نمام سوگند، ممنون که انجام این وظیفه رو بر عهده من گذاشتی. اگه از این سفر برگردم بذار برای پسران جدم اوز با شمشیر فولادیم افتخار بیارم. آسمون آبی شکافته و بارون بباره. جدم اوز و قبیلم در آخرت از من شکایت نکنم. بذار در راه تو حضرت خضر رفیقم و حضرت علی الگوی من باشه. سفر از ما و پیروزی از آن خداست. وقتش پشم گوزفند رو بزنیم. تو گلیم بافی پشم لازم داریم. کمک کن چوپان مصطفی. باشه خاتون. ممنونم. قنچه گل خاتون، میبینم که دوباره مسئولیت رو گردن گرفتی.
همسر خان بودن راحت نیست گندوی دخان. شما دست به هر کاری میزنین که قبیله به آرامش برسه. واقعا که چه حرفای قشنگی به زبون میاری خاتون. من میگم موقع شام بیایم درباره جلو انداختن عروسی حرف بزنیم، نظر چی؟ خب خونه یه دختر ناز داره، بیاین یکم ناز بخریم. ایوالا خان یه مشکلی هست. باشه میتونی بری. اتفاق مهمی افتاده خان. حمزه از خیمه زندان فرار کرده. وای خدای من، حالا چی میشه؟ میخواین چی کار کنین؟ نگران نباش، یه چیزی هست که فقط من میدونم. خون زیادی برای مهر عذرخوان ریخته شده آی طولان، مثل این که قرار خون بیشتری هم ریخته بشه. از این تعجب میکنم که این مهر چطوری به دست سونگورتکین رسیده. از اونجایی که سعادت الدین کوبک میدونه مهر پیش اونه، پس از قونیه به دستش رسیده. از قصر؟ آره از قصر، از دست سلطان علاءالدین. سلطان علاءالدین حتما خودش مهر رو به سونگورتکین داده، مطمئنم. وقتی سعادت الدین کوبک اینو فهمید سونگورتکین که به قبیله برگشت، از تو خواست مهر رو ازش بگیری. اگه یه طرف سلطان باشه و طرف دیگه سعادت الدین کوبک باشه، تو باید خیلی مراقب باشی برادر. حمزه از خیمه زندان فرار کرده. چطور فرار کرد؟ نمیدونم، تازه به گوندوهدو خبر دادن. خان ما تو راحت میمیریم، میدونی که. ببخشید خان، میخواییم بدونیم کجا میریم. آره خان، میخواییم بدونیم. از روی کنجکاوی نمیتونیم غذا بخوریم. از اتوکن راه افتادیم و به سرزمین دیگه ای سفر میکنیم. تنها درد ما قبیلمونه، وطنی که اجداد ما اونجا به آرامش میرسن. سفر از ما و پیروزی از آن خداست. برای کسایی که حرکت نمی کنن و برای روزیشون به شکار نمیرن برکتی نیست. انشالله چیزی که دنبالشیم رو پیدا کنیم. انشالله خان. ایوالله ایوالا خان دنبال چی هستیم خان؟ عدالت و آزادی وطنی که توش نفس میکشیم ترکوت، همون وطنی که با سنت و روحمون گوشه گوشه اونو حکاکی میکنیم. اسبای وحشی درونم به هم میگن که این سفر مثل هیچ کدوم از سفرهایی نیست که تا به حال به اون رفتیم. برای قبیله
و برای نسل آیندمون بدون توقف سوار اسب هامون میشیم. از سرزمینی که خورشید طلوع میکنه به سرزمینی که خورشید غروب میکنه همچنان حرکت میکنیم. سرزمینی که خورشید غروب میکنه؟ بیزانس، سرزمینی که صلیبیا حکومت میکردن. الله اکبر. او سلام علیکم. علیکم السلام. توبه توبه برادر، دوباره از کجا اومدی؟ به اومدنش نگاه نکن، کسی که آوردش مهمه، نه اومدنش. خدا از کسی که اومده و فرستندش راضی باشه. یکم غذا براتون آوردم که تو راه گرسنه نمونیم. دمت گرم. ایوالا. نوش جونتون. یواش بخور برادر، تو گلوت گیر میکنه. سرت به کار خودت باشه، تو یه عالم مغز داشتی، عاشق شدی و از دستش دادی. خان، اگه اجازه بدین میخوام باهاتون بیام. روز عروسی نزدیک، مادر. قبیله غرق شادی میشه. پسر توتکین انشالله نسلت رو ادامه میده. توتکین خان. بگو باج. خان، عمزه فرار کرد. چی داری میگی؟ چطور این اتفاق افتاد؟ نمیدونم خان. خدا لعنتش کنه، کاییا باز این کارو کردن. قبیله شده کاروانسرای بین راهی. برو. حمزه رو فراری دادی و بعد اونو برای جاسوسی پیش نویان فرستادی. چرا اینو از ارتغرل پنهون کردی برادر؟ سنگور، برادرمون ارتغرل به مادر و به ما نگفته که یه ماموریت مخفی داره. نمیخواستم جلوشو بگیرم، برای همینم خودم به تنهایی تصمیم گرفتم و دومرول رو فرستادم افراسیاب رو تعقیب کنه. کرکوت خان میدونه چه اتفاقی افتاده؟ همین نزدیکیه. کرکوت خان اومده. های مخاطب بذار بیاد تو. حمزه چطور فرار کرد گنده دو؟ اون به تو خیانت کرد و تو شرایط سختی قرار داد. پس بعد از اینکه گرفتیمش چطور تونست فرار کنه؟ من دوبار از اون مار گزیده نمیشم دایی. در ضمن حمزه فرار نکرد، من اجازه دادم فرار کنه. الان آلپا رو دنبال حمزه میفرستم. میخوام همه به جز ما بدونن که اون فرار کرده. دایی این چه وضعیه گندودو؟ قبیله شده کاروانسرا. بیاین بشینیم. وقت نشستن مادر. خائنی که قبیلمونو به فلاکت کشوند و گرفتیم حالا اون فرار کرده.
خیلی خوب توتکی، بشین بیا حرف بزنیم. خیلی خوب، بشینی بشینی. ما از قبیله خیلی دور شدیم، بیا حمزه رو بیرون بیاریم. کار بزرگی کردی افراسیاب. نویان این لطف تو رو بدون پاداش نمیذاره. آفرین. آسون نبود. گنده دوی احمق دخالت کرد. دور زد، اما هر دوتون از قبیله بیرون آوردن. همونطور که نویان میخواست. خائن، پس این حیوانم مثل تو خائن بود؟ چطور تونستی این کارو با قبیلت و مردمت بکنی؟ ها چطوری؟ همتون گرفتار عذاب الهی میشین، همتون. خائنا، خائنا. به
ببینین کیو آوردم. دومرال، واسه ما رو نکرده بودی که مهارت فرار از قبیله رو داری همسه. جوری حرف میزنی انگار نمیدونی سربازه یه نویان چه کارایی میکنن. تام قوت، مهارت مال نویانه، نه مال من. بترات شیطان هماتون. تورالی آلب، فکر میکنم دیگه وقتشه که مرد بشی پسرم. چطوری یعنی؟ اگه اینجوری مرد میشم با کمال میل قبول میکنم استاد. آفرین آفرین. حلیم خاتون چه خبره؟ ارتوغرل خان رفت، حوصله‌ام سر رفته. دلی تمیر هیچ نگران خان نباش حلیم خاتون، به یاری خدا بر میگرده انشالله. تورالی چرا رنگت پریده؟ مسئله بزرگیه حلیم خاتون. ای وای چه مسئله‌ایه؟ خجالت میکشم نمیتونم بگم. آها خب حلیم خاتون برو به کار خودت برس، ما هم کلی کار داریم انجام بدیم. خیلی خوب، خدا قوت. سل جان، گوش خاتون، یاد خواهرت افتادی به خیمش سر زدی؟ از کی خواهرم واسه تو اینقدر مهم شده؟ تو خیمه خواهر من چی کار میکنی؟ بسال جان خاتون کار داشتم، نمیدونم کجا رفته. نمیدونی راست و شب خواهرم معلوم نیست، کی میدونه دوباره داره چی کار میکنه؟ اون خواهرت گوگچه وقتی بیشتر از همه بهت نیاز داره بهش پشت نکن. اون حمایت عزیزاشو لازم داره. ببینم اون موقع که من بهش نیاز داشتم کجا بود؟ ها؟ تو اینو میدونی؟ به خاطر اینکه زن خان بشی و رو تخت بشینی، من، خودت، عزیزانه، تو میدونی چطوری له کردی حلیمه؟ تو اول بگو با خواهر من چی کار داری؟ نکنه میخوای کاری که یه زمانی خواهرم نتونسته بکنه رو انجام بدی؟ قصد داری تو قبیله را بیفتی و چپ و راست به آلپا دستور بدی و همینطوری هم ادایه زنای خانه رو تربیت؟ تو بدون گوگچه، مگه ندونم چی؟ تو فکر کردی من نمیدونم داری چی کار میکنی؟ تو سخت‌ترین و درمونده‌ترین روزم خنجر زیر گلوم گذاشتی. حرفای ارتغرل خانو از این خیمه به اون خیمه بردی. حایمه خاتون برات مثل مادر بود، فرق بین تو و بچه هاش نمیذاش. به خاطر اتفاقی که واسه پدرت افتاد اخلاق بدتو تحمل کرد، اما من نه مثل مادرم نه مثل خواهرت. اگه یه اشتباه دیگه بکنی هیچ وقت تو رو نمی بخشم.
لشکر نویان با حمله ما متفرق شد. احتمال داره که نویان درخواست نیرو کرده باشه. در حقیقت حمله بزرگتری در انتظار ماست. درسته دایی، بعد از این بیشتر به سمتمون حمله میکنه. با آزار دادن ما میخواد از این سرزمین بیرونمون کنه. آبروش رفته؟ یک انسان از خشمش میبازه، نه از یه ارتش بزرگ. نقطه ضعف این آدم ها خشمشونه. باید اونا رو بیشتر عصبانی کنیم. قبایلی که اون زیر پا گذاشت تبعه غیر مسلمان سلطانمون، شنیدن که ما نویانو شکست دادیم. خبرش به قنیه رسیده که با افراد نویان چی کار کردیم. مردم خیلی خوشحالن. ترس از مغول جای خودشو به امید داده. خدا رو شکر. اینو بدونید که نویان دست به هر کاری میزنه تا این امیدو از بین ببره. درسته گموشتکین خان، برای همین تا زخمای نویان تازه است میخوام بدون اینکه مردای بیشتری رو از دست بدیم اونو تو لونش دفن کنم. همزه این فرصت رو بهم داد. اون مخفیگاه نویان رو پیدا میکنه. کار شریف عبدالرحمنو که ناتمام مونده رو تموم میکنه. با همه ی حرفات موافقم، اما لااقل میتونستی به ما بگی گندودو خان. پسر دایی، آلپ آلپ منه، وظیفه هم وظیفه منه. مجبور شدم فوراً تصمیم بگیرم و گرفتم. گناه و ثوابش گردن خودمه. درست فکر کردی، اما انشالله که حمزه دیگه بهت خیانت نکنه. دایی اصلا بذار دوباره حمزه بهم خیانت کنه. حداقل اون موقع میفهمین که خائن کیه. مثل کجا باش از پشت به ما خنجر نمی‌زنه.